شرمین تنها دختر سفیر ترکیه در بغداد بود. دختر 17 ساله که به زیبایی شهرت داشت. محمد رضا شاه با دیدن یک عکس شیفته این دختر زیبارو با چشمان رنگی شد. و اما بعد از چندین سال رمان نویس ترک یعنی نازلی رای توی کتاب خودش که سال 2017 منتشر شد داستان عشق مادرش رو تعریف میکنه. زن زیبایی که دل بسیاری از افراد مشهور رو توی کشورهای خاورمیانه برده بود و دل شاه ایران رو شکسته بود. برای شنیدن این داستان عشق نافرجام اوکتای شاه تا انتهای ویدیو همراه من باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله قبل از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. محمد رضا پهلوی حاصل ازدواج رضا شاه و تاج الملوک آیرملو بود. چهارمین روز از آبان 1298 توی محله دروازه قزوین تهران به دنیا اومد که به عنوان رسمی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر خطاب میشد. زمانی که 4 سال داشت پدرش به فرمان احمدشاه قاجار نخست وزیر شد و وقتی که 6 ساله بود پدرش پادشاه شد و او به ولیعهدی ایران رسید. دوره دبستان را در مدرسه نظام تهران و دوره متوسطه خود را در سوئیس گذراند و در 17 سالگی به ایران برگشت و به دانشگاه افسری رفت و با درجه ستوان دومی از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شد. بعد از آغاز جنگ جهانی دوم ایران بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد و نیروهای متفقین توی سال 1320 ایران رو اشغال کردند. با اولتیماتوم بریتانیا رضا شاه مجبور به ترک ایران و واگذاری سلطنت به ولیعهد شد و محمد رضا پهلوی به پادشاهی رسید. نزدیکان محمد رضا شاه عکس دختری به نام شرمین را به او نشان دادند و شاه با همان نگاه اول دل به شرمین داد. همونطور که گفته شد این داستان رو برای اولین بار دختر شرمین یعنی نازلی ارای توی کتابش که به اسم تو را ماننده یک رویا به یاد دارم مادرش رو دختری به زیبایی یک قطره آب توصیف میکنه. تصویر روی جلد کتاب تصویر مادرشه. چهره‌ای که دل محمد رضا شاه رو توی اولین دیدار برد. این عکس از 6 دهه پیش پشت شیشه یک استودیو عکاسی توی بغداد بود تا زمانی که این استودیو توی حمله نیروهای هوایی و نارامی‌های بعد از اون تخریب شد. طاهر لطفی سفیر ترکیه در سال 1930 در بغداد بود. دختر شرمین رو با خودش به مجالس می‌برد. بعضی اوقات شرمین توی مهمانی شبانه سفارت هم حضور پیدا می‌کرد. زیبایی و شهره شهر بود. وقتی که سنش بیشتر شد و به زندگی اجتماعی توی بغداد وارد شد، اغلب به بازی تنیس می‌رفت. محبوبیتش توی این شرایط بیشتر هم شد. بالاخره شهرت شرمین از مرزها عبور کرد و به ایران رسید. محمد رضا چهره‌ای محبوب در بین بلند مرتبگان اروپایی و آمریکایی بود که غالبا با ستاره‌های هالیوود معاشرت می‌کرد و همواره توجه نشریات رو به خودش جلب می‌کرد. شاه بدون اطراف وقت برای خانواده شرمین جعبه‌ای پر از زمرد فرستاد. این تنها نشانه عشق نبود، بلکه درخواست ازدواج هم بود. فرستادگانی که جعبه جواهر را به سفارت ترکیه در بغداد بردند، با باز کردن در جعبه، پیام آن را نیز به سفیر منتقل کردند. با پذیرفتن این جعبه و یا برداشتن یکی از این جواهرات، شما نشان می‌دهید که پیشنهاد ازدواج شاه را پذیرفته اید. شاه که مشتاقانه منتظر بازگشت هیئت فرستادگان بود، وقتی به جای پیام قبول ازدواج جعبه جواهر را دید، قلبش شکست. چند سال بعد یعنی در سال 1329 او با ثریا اسفندیاری ازدواج کرد. عشق بی‌فرجام شاه به شرمین با انتشار کتاب آخر دختر شرمین فاش شد. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید شرمین بعد از رد کردن درخواست ازدواج شاه ایران چه اتفاقی براش افتاد. زن جوانی که در زمان زندگی در بغداد دل بسیاری را برده بود نهایتاً ازدواج کرد. دختر شرمین یعنی نازلی اینطور روایت می‌کنه: پدرم پس از ملاقات مادرم در حیات ویلای دو طبقه محله گوونولر در آنکارا عاشقش شده بود. او مدتی طولانی برای مادرم دستای گل روز قرمز می‌فرستاد و نهایتاً جشن عروسی آنها در آنکارا برگزار شد. همچنین نازلی اعتقاد داره که گل‌های روز تونستن دل مادر زیبارو و چشم سبز اون رو ببرند، ولی جعبه‌های جواهر نه. به گمان اون شاه روشی نادرستی رو برای ابراز علاقه انتخاب کرده بود و این گونه بود که داستان عشق نافرجام شاه پس از سالهای طولانی توسط دختر معشوقش فاش شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.